هیئت یاری و فتح مراقد اهل بیت علیه السلام سلام همه هنگی های لازم به منظور برپایی زیارت روز یاری امامین از علیهم السلام سلام را انجام داده است. هیئتی به نمایندگی از دفتر روابط عمومی مرجعیت شیعه الله العزما شیرازی مدزلوه با حضور در مرقد سید محمد فرزند امام هادی علیه السلام با تولیت این آستان مقدس دیدار کردند و درباره برنامه آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان با عنوان روز یاری امامین عسکریین علیه ما سلام به گفتگو پرداختند به گزارش شیعه ویوز این هیئت با مدیریت سید عارف نصرالله ضمن تشرف به زیارت امامزاده سید محمد علیه السلام با حاج عباس عبد علی تولیت این آستان مقدس دیدار و درباره امور مربوط به زیارت سالانه امامین این اسکرگین علیه ما سلام در آخرین جمعه از ماه رمضان عظیم رایزنی کردند. همه ساله و در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان هیئت یاری و فتح مراقد اهل بیت علیه السلام کاروانی بزرگ را با هدف زیارت امامین اسکرگین علیه السلام راهاندازی و تجهیز می کند تا در روز یاری امامین اسکرگین علیه السلام راهی شهر سامر را شوند. این هیئت امسال با بکارگیری بیش از 300 دستگاه اتوبوس خیلی عظیم محبین و شیعیان اهل بیت علیه السلام را از شهر مقدس کربلا به شهر سامر را انتقال خواهد داد. گفتنی سنت دیرینه زیارت حرم امامین از علیهما السلام سلام در جمعه آخر ماه مبارک رمضان بیش از نیم قرن پیش توسط مرحوم آیتولال ازما سید محمد حسینی شیرازی قدسس روح پای گذاری شد. ایشان برای رفع غربت از شهر و حرم سامر را مردم را به این آین سفارش می کردن و زوار فراوانی در ماه رمضان هر روز بعد از نماز ظهر به سمت سامر را حرکت می کردن و بعد از نماز صبح باز می گشتند. کسانی که در طول ماه رمضان توفیق زیارت امامین این است که نصیبشان نشده بود در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به سامر را مشرف می شدند. این سنت حسنه پس از سقوط نظام بعثی احیا شد و از آن پس هر سال در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان هزاران نفر به سامر را مشرف می شوند.